ولذا میگن که پیامبر صادق یکیست، لیکن همیشه میاد. و اینو در کتاب الحزین، الاحزاب المعارضه دینی سیاسی فی صدر اسلام، احزاب مخالف دینی در صدر اسلام، صفحه 249 که عبدالرحمن بدوی ترجمهش کرده نقد کرده. و خیلی واضحه که فرقه های باند های، نه فرقه ها، فرقه هم فرق نمی کنه، ولی من ترجیح میدم که اینا رو باند نام بذارم. باند های مدعی تشیع این عقیده رو و این عقاید رو چرا از دیگر مذاهب و ادیان باطله سابق و منسوخه وارد اسلام کردن؟ برای که اساس اسلام رو ریشکن کنن، اصل اسلام رو از بین ببرن، تا اینکه در و برای دجالان و کذابانی مثل خمینی و امثال خمینی باز کنن، تا اینکه بتونن یا بدتر از اون مثل غلام محمد قادیانی، مثل بهاءالله، مثل محمد علی باب و دیگران، تا بتونن بدین وسیله به پوشش اسلامی، به پوشش تصوف، به پوشش عرفان، به پوشش باطنیگری بتونن ادعای نبوت کاذب بکنن، دعاوی کاذب رو در میان مردم رایج کنن و مسلمانان را از دایره اسلام خارج کنن، تا اینها هم مثل خودشون مرتد و کافر بشن، تا اینکه مسلمانان از محمد صادق مصدوق از دور بشن، تا در میان مسلمانان فتنه و بلبله و فساد جاری بشه.